سلام، من ندا هستم. به یک ویدیو دیگه خیلی خوش اومدین. شاید براتون جالب باشه که بدونید موشک هدایت شونده تلویزیونی روسی به نام LMU-R305 که از هلیکوپتر میل 28 و هواپیمای سوخو 34 شلیک میشه، یکی از تاثیرگذارترین سامانه های تسلیحاتی روسی حساب میشه. LMU-R اولین موشک روسیه که قادر به شلیک بر اساس اصل آتش و فراموش کنه. LMU-R مخفف روسی موشک هدایت شونده چند منظوره سبک که به عنوان ایزدلی 305 شناخته میشه و یک موشک هوا به هوای منطبق با تمام شرایط آب و هوایی که میتونه توسط طیف وسیع از هلیکوپترهای روسی هم بشه. LMU-R یک سلاح اساسا جدیده که برای اولین بار در سال 2021 در مجامع نظامی روسیه و خلیج فارس ظاهر شد و در پاییز 2022 به وسیله ارتش روسیه وارد خدمت شد. این موشک 150 کیلوگرمه و به یک کلاهک 25 کیلوگرمی با قابلیت تکه تکه شدن، با قابلیت انفجار بالا مجهز شده و دارای یک سیستم اینرسی ماهواره‌ای، تصویربرداری حرارتی، از جمله یک کانال ارتباطی دو طرفه برای کنترل بلادرنگ و هدایت دستیه. موشک رو میشه فراتر از خط دید به سمت مختصات مشخص شلیک کرد و سپس از تصویرگر حرارتی برای پیدا کردن و قفل کردن اهداف در مرحله نهایی پرواز استفاده کرد. حالا ببینیم مشخصات فنی LMU-R چیه. LMU-R دارای پیکربندی دو بال X شامل 4 باله تثبیت کننده بزرگتر در عقب و 4 باله کوچکتر به سمت جلوه. توجه کنید که دو باله عقب مجهز به دیتا لینگ ارتباطی هستند. سر هومینگ گنبدی شکل دارای دوربین ها و تجهیزات حسگره. این موشک ها کم پروازن و سقف پروازشون فقط 600 متر و حداقل ارتفاع 100 متر گزارش شده. این موشک ها با سرعت 230 متر در ثانیه پرواز می کنن که در صورت ترکیب با پرواز در ارتفاع کم شناسایی و نابودی اونها قبل از برخورد دشوار میشه. حالا ببینیم که مشابه این موشک LMU-R در غرب وجود داره یا نه. ایالات متحده موشکی با ویژگی‌های قابل مقایسه با LMU-R در خدمت نداره، اگرچه چندین مشابه خارجی از جمله موشک هدایت شونده اسپایک اسرائیل، اکرون MP فرانسه و موشک هوا به سطح ناگ هند وجود داره. هدایت این سیستم‌ها نسبت به موشک LMU-R پیچیده‌تر و کلاهک‌های کوچکتری هم می‌کنند. در نهایت LMU-R یک تغییر دهنده بالقوه است، به این معنا که تولید و ساخت موشک‌های بالستیک و کروز معمولی مثل KH-59، یک موشک کروز پرتاب هوایی بزرگ با برد 200 کیلومتر و کلاهک 320 کیلوگرمی بسیار ارزان‌تره. علاوه بر این با توانایی پرتاب از فواصل تا 15 کیلومتر، LMU-R برد شلیک دو برابر بیشتر از تسلیحات دفاع هوایی اوکراین ارائه شده توسط ناتو رو داره. به عبارت دیگه بالگرد حامل موشک میتونه شلیک کنه و بدون اینکه هرگز توسط پدافند هوایی دشمن در معرض خطر قرار بگیره به پایگاه برگرده و در این صورت شعار آتش و فراموش کن میتونه برای این موشک درست باشه. یه سری بزنیم به میل 28 که قراره در آینده نزدیک همراه سوخو 35 ها به ایران وارد بشه. همطور که میدونین مشتریان میل 28 تا الان کنیا، عراق، الجزایر و جدیداً ایران هستند. میل 28 دارای طرح بالگرد معمولی با خلبان در عقب و توپچی در جلوه. این هلیکوپتر مجهز به یک توپ 30 میلیمتری قابل آموزشه که در یک برجک زیر دماغه قرار داره
جبهه مهمات دوقلوی 150 گلوله‌ای برای عبور، بالا بردن و فشار دادن همراه با تفنگ به طور مشترک نصب میشن. بنابراین در مجموع 300 گلوله برای تفنگ اصلی هم میشه. این تفنگ مشابه خودروی جنگی پیاده نظام روسیه BMP-3 و از همون مهمات استفاده میکنه. هر جعبه مهمات رو میشه با انواع مختلف مهمات بارگیری کرد. این جنگنده روسی میتونه 2 قلاف با راکت های 80 میلیمتری هدایت نشده و 16 موشک هدایت شونده ضد تانک رو هم کنه. برای ماموریت های ضد زره میل 28 رو میشه به موشک های هدایت شونده ضد تانک آتاکا، اشتورمبی یا ویخر مجهز کرد. محفظه خدمه به خوبی زره پوشه. ادعا میشه که این بالگرد رو نمیشه با یک موشک ضد هوایی کوتاه برد شکست داد. کابین میل 28 با عینک دید در شب سازگاره. خلبان داره یک نمایشگر هداب و یک CRT که میتونه تصویر تلویزیون رو روی اون نمایش بده. بسته حسگر اولیه شامل مناظر نوری و مسافت یاب لیزری در برجک زیر بینیه. خدمه توسط صندلی‌های جاذبه انرژی محافظت میشن و یک سیستم فرار اضطراری به خدمه اجازه میده تا با چتر نجات ایمن فرار کنه. یک دریچه در قسمت عقب بال امکان دسترسی به محفظه اویانیک و فضایی به اندازه کافی بزرگ برای جا دادن 2 یا 3 مسافر در طول عملیات نجات جنگی رو فراهم میکنه. میل 28 یک نسخه پای است. اولین پرواز خودش رو در سال 1982 انجام داد. این هلیکوپتر هرگز به تولید انبوه نرسید. تنها 2 نمونه اولیه ساخته شد. میل 28A یک نسخه بهبود یافته با موتورهای ارتقا یافته است. این نسخه هم هرگز به تولید در مقیاس کامل نرسید. تنها 2 نمونه اولیه با استاندارد تولید ساخته شدند. نمونه دوم دارای یک برجک حسگر الکترواپتیکال متحرک، تثبیت شده با ژیروسکوپ و قلاف‌های نوک بال بود که دارای اندازه‌گیری الکترونیکی بود. و اما میل 28N یک نسخه بهبود یافته بیشتر و بهتر با قابلیت حمله در شب. حرف N در قسمت تعیین شده مخفف نایت یا شبه. در سال 1994 بودجه ارتش روسیه اجازه تغییر اولین نمونه اولیه میل 28A رو به پیکره بندی میل 28N داد. مثل نصب یک رادار روی دکل، پره های روتور کامپوزیت و مادون قرمز رو به جلو، سیستم تجهیزات الکترونیکی پرواز کابین خلبان، گزینه های تسلیحات بهبود یافته از جمله موشک های هوا به هوا و موتورهای ارتقا یافته بود که در نسخه جدید معرفی شد. میل 28N اولین پروازش رو در سال 1997 انجام داد. تولید در سال 2005 آغاز شد. تحویل هلیکوپترهای تهاجمی از نوع N به ارتش روسیه در سال 2006 آغاز شد. اما به طور رسمی این نوع نه تنها در سال 2013 توسط ارتش روسیه پذیرفته شد، بلکه نسخه تولید قطعی برای نیروی هوایی این کشور شد. این هلیکوپتر تا سال 2020 تولید می شد که تولید اون به نسخه بهبود یافته میل 28NE تغییر پیدا کرد. میل 28NE مخفف نایت هانتر نسخه صادراتی میل 28N هستش. این بالگرد تهاجمی به برخی کشورها صادر شد و در سال 2013 عراق 10 فروند از این بالگردها رو سفارش داد. قرار بود تا سال 2016 در مجموع 19 هلیکوپتر به عراق تحویل داده بشه که تا سال 2020 تنها 11 فروند میل 28NE به عراق تحویل داده شد. در ابتدا برنامه ریزی شده بود که تا سال 2027 در مجموع 98 فروند میل 28NM به ارتش روسیه تحویل داده بشه. تعداد کمی از این هلیکوپترها در خدمت ارتش روسیه هستند و این هلیکوپتر در زمان حمله روسیه به اوکراین مورد استفاده قرار گرفت. بهتر بدونیم که میل 28UB یک هلیکوپتر آموزشی رزمیه که بر اساس میل 28N ساخته شده. از این هلیکوپتر آموزشی رزمی برای آموزش خلبان‌ها استفاده میشه. با این حال این هلیکوپتر توانایی کامل رزمی رو هم داره. برخی منابع گزارش دادن که ارتش روسیه قصد داشت 30 فروند از این بالگردها رو به دست بیاره. تا سال 2020 ارتش روسیه 12 نفر
از این مربیان رزمی رو اداره میکرد. از این نسخه همچنین با اپراتورهای صادراتی از جمله عراق که حداقل 4 دستگاه سفارش داده و الجزایر در خدمت هستند. و اما به تازگی خرید جنگنده های سوهو 35 و بالگرد تهاجمی میل 28 توسط یک مقام رسمی وزارت دفاع تایید شده، اما در حال حاضر مشخص نشده چه نوع از میل 28 در اختیار نیروی هوایی ایران قرار گرفته. اما به هر حال تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی میتونه در دفاع هوایی کشور نقش مهم و موثری داشته باشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین.